أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد و آله الطیبین الطاهرین. و بعد، قال السجاد علیه الصلاة والسلام: اللهم فاجعل نفسی مطمئنتا بقدرک راضیتا بقدرک مولعتا بذکرک و دعائک محبتا لصفت آلائک محبوبتا فی ارزک و سمائک صابرتا علی نزول بلائک. برای خوشنودی ارواح طیبه انبیا و ائمه معصومین علیهم الصلاة والسلام و خوشنودی ارواح مؤمنین و مؤمنات و خوشنودی ارواح گذشتگان خودمان صلوات بلند ختم شود. در آغاز دعا میکنم خداوند این محفل و جلسه و توسل و عزاداری را از همه ما خالی از ریا و مورد عنایات ولی عصر ما امام زمان ما قرار بدهد و همچنین دعا میکنم خداوند به عظمت شهدای کربلا، اسرای کربلا تعجیل در ظهور ولی عصر ما امام زمان ما قرار بدهد و در کشور ما امنیت و اتحاد و همدلی و همپذیری و عدالت اجتماعی عنایت بفرماید به حرمت صلوات. همونطوری که عزیزان مستحضر هستند، موضوع بحث ما در این محفل نورانی علایم و نشانه های نفس رحمانی بود. هفتمین علامت از علایم نفس رحمانی این شد که صابرتن علی نزول بلائک، یعنی نفس رحمانی در مقابل بلاها، گرفتارها، امتحانات الهی شرح صدر دارد، یعنی صابر است، صبر را از دست نمی دهد. این یکی از علایم نفس رحمانی است که دائم در مقابل امتحانات الهی موفق و سرخرو است. به همین جهت ما در رابطه با امتحان الهی که نفس رحمانی در مقابل امتحان الهی صابر است و شرح صدر دارد، از سه جهت بحث کردیم. دو جهت اول تمام شد، جهت سوم باقی ماند که امروز این بحث را
تکمیل کنم انشاءالله تا روز 13 انشاءالله بخش علایم دیگر را هم اشاره خواهیم نمود. عرض شد که در رابطه با امتحان، امتحانات الهی از 3 جهت بحث می شود. اول، امتحان به عنوان یک قانون الهی حاکم بر نظام تکلیف یا بر نظام عقل و شعور که اهل بصیرت بینشان اختلاف دارند، قانون است لایتغیر، یعنی هیچ فردی و هیچ کسی از این قانون مستثنا نیست. حتی پیامبران، ائمه، همه مورد امتحان سخت الهی قرار گرفتن که حتی عرفا گفتن که حیوانات، مجانین، سبیان و اندازه شعورشان، نه این که مکلف به تکلیفن، و اندازه شعوری که دارد مورد امتحان قرار می گیرد. مثلا در آیه از قرآن داریم از الوحوش و حشرت، روز قیامت حیوانات محشور می شود. این حیوانات روز قیامت حشر و نشر اگر داشته باشند، برای چی؟ اونهایی که محشور می شوند در دنیا اگر گناه کرده باید عذاب شوند، کسانی که کار خوب انجام داده پاداش داده شوند. حیوانات مکلف به تکلیف نیست، اینا برای چی حشر و نشر پیدا کنه؟ لذا خیلی از فقها، خیلی از مفسرین قرآن این آیه قرآن را توجیه کرده، میگه ایز الوحوش و حشرت که در قرآن آمده، معنیش این چیزی نیست که ظاهر آیه میرساند که حیوانات هم حشر و نشر پیدا کنند. این بزغاله که حشر و نشر پیدا کنند چی سودی، چی فایده ای؟ این که مکلف به تکلیف نیست، یا گربه یا بقیه حشرات، حیوانات، اینا برای چی حشر و نشر پیدا کنند؟ لذا آمدن این آیه را از ظاهرش را تصرف کرده، مقصود از وحوش همی انسان ها هست. تنها انسان های گناهکار در روز قیامت با قیافه انسان محشور نمی شود، با قیافه حیوانی محشور می شود، که البته این یک اصل است. صورت برزخ انسان، یک عارفی که از در داخل شود از کجا معلومه؟ همه ما را به شکل انسان ببینه، اون صورت برزخی ما چی بسا شکل حیوانی داشته باشه. یک قاعده هست، یک اصل است، بر اساس همین قاعده اینا آیه قرآن را تفسیر کردن و گفتن که مقصود از وحوش حیوانات نیست، معنا نداره که حیوانات روز قیامت حشر و نشر پیدا کند، در حالی که نام مکلف و تکلیف نیستن، ثواب و عذاب ندارن. این چنین، اما عرفا از جمله ملا صدران که آقا چرا این قرآن را تصرف میکنی؟ نافهمی خود را بر قرآن تحمیل میکنی؟ نمیدانم. نه، بلکه حیوانات هم حشر و نشر دارند. ظاهر آیه قرآن همینه دیگه، از الوحوش و حشرت، از الوحوش و حشرت، یعنی روز قیامت حیوانات محشور می شوند. بلکه بر اساس اون حرکتی در جوهر کفسوس که جلسه عامیانه هست که توضیح داده می شود، یعنی تمام موجودات حشر و نشر دارند، حیوانات در جای خودش باشند،
ولی به اندازه شعورشان مجازات میشوند. حتی حیوانات، اتفاقا در روایات حدیث هم داریم. پس بنابر این قانون امتحان یک قانون همه شمول است. این همه موجوداتی که اندک شعور داشته باشد ولو مکلف به تکلیف هم نباشد، حیوانات که مکلف به تکلیف نیست، مجانین مکلف به تکلیف نیست، صبیان مکلف به تکلیف نیست، ولی مورد امتحان هست به اندازه درک و فهمشان. خب این یک نظریه هست، نظریه دقیق هم هست، این مطلب اول که ما بحث کردیم. اما مطلب دوم، مدل امتحان، شیوه های امتحان. خداوند هر کس را به اندازه ظرفیت وجودیشان، به اندازه سعی وجودیشان امتحان میکند. همه یکسان امتحان نمیشود، همه را مثل امام حسین امتحان نمیکند، همه را مثل حضرت ابراهیم امتحان نمیکند که ما بین کوی از آتش انداخته شود ذره لرزه در اندامش نیفتد. تا این حد در مقابل گرفتاری ها صابرتن علا نزول بلایه. همه را مثل پیامبر ما امتحان نمی کند، هر کس را به اندازه استعدادش، به اندازه ظرفیت وجودیش. یکی را امتحان می کند خانش آتش می گیرد، یکی را امتحان می گیرد موترش را آتش می گیرد، یکی را امتحان می کند انگشترش گم می شود، سه روز عزادار. هر کس به اندازه سعی وجودی، ظرفیت وجودیش امتحان میکنه. بعضی ها را به مال و ثروت، بعضی ها را به قدرت، بعضی ها را هم به علم. این علم هم امتحان ها که منشه غرور میشود یا منشه تواضع میشود. بعضی علما یک کلمه خوان چنان مغرور میشود، نشود قبل از آنی که خود بسازی امامه بزرگ کنی بین مردم وارد شوی که افسادش بیشتر از اصلاحش هست. یعنی علم هم میشه یک نوعی از امتحان باشه. یک کسی یعنی از لحاظ درجات علمی به مرحله فقاهت هم برسد، به مرحله دکترا هم برسد، امتحانه. اگر منشی خضوع شد، منشی خشوع شد، همراه با ایمان بود، همراه با تقوا بود، همراه با خضوع خشوع بود، این در امتحان موفق. هر کسی را به یک نحوی پسر جوانش را از دست میدهد، آیا در مقابل این امتحان الهی صابر است؟ صابرتن علا نزول بلای، صابرتن، نفس رحمانی، نفس عرشی، نفس ملکوتی اینه که صابرتن علا نزول بلای. انا لله و انا الیه راجعون. هرچی از دست بدهد، این جمله شعارش است، این آیه قرآنه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. چهره های امتحان را، قیافه های امتحان را، انواع امتحان را، اقسام امتحان را خداوند در این آیه که همه حفظیم، شاید در این محفل پیدا نشه و این آیه را حفظ نداشته باشه. خداوند میگه لنبلونکم بشیء، به یک چیزی. حالا اون چی هست؟ گاهی یک چیزی مهم است، گاهی یک چیزی بسیار اندک است. خداوند ما امتحان میدیم به چیزی، بشیء. بعد شیء را بعضی مصادیقش را نام میبره، همه مصادیق نیست.
که خداوند همه انسان ها را حتما با این مصادیقی که در قرآن نام میبره به اینها نه، بعضی را به یک عبا امتحان میکنه، بعضی را به یک امامه امتحان میکنه، بعضی را به یک نعلین امتحان میکنه، به یک چیزی شی. کلمه شی تفسیر این قضیه هست. بعد این شی را به بعض مصادیق تفسیر لنبلونکم با سه تا تأکید، لام تأکید، نون تأکید، فعل مضارع برای استمرار و تجدد، نوعی از تأکید، و 100% شما را امتحان میکنم. امتحان من خدا قانون است، نه اختلاف پذیر است نه هم تخلف، یک مورد استثناء ندارد. لنبلونکم شما را امتحان میکنم و تأکیدم امتحان میکنم. هیچ کسی بدون امتحان نمیماند. به چی؟ خدایا ما را به چی امتحان میکنی؟ به شیئم، به یک چیزی که اهل ادب گفتن شی، معنیش شی چیه؟ شی چیزی است که در جای هر چیز نشیند. یک چیزی، به یک چیزی تو را امتحان میکنم، به یک دارغه شدن تو را امتحان میکنم، به یک وکیل شرط تو را امتحان میکنم، به یک والی شدن. دیدیم بعضی ها یک مقام پیدا کرد عوش، در فاصله 4 سال، او فرد 4 سال قبل نیست، تلفن بر نمی داشت، سلام درست علیک نمی کرد. دیدیم اینها را، چشم خود دیدیم. خداوند به شیئم، حالا بعضی مصادیق، من الخوف والجوع و نقص من الاموال، مالش کم بشه، یعنی درآمدش کم میشه، امسال بیکار میشود، امتحان است، اینا غرباله. بشی من الخوف والجوع و نقص من الاموال، درآمدش کم شده، نه تنها سودی نیامده ضررم کرده. یک وقتی طرف پول سوخته میرفتم، یک شخصی را دیدم، باشه صحبت کردم، کسبت چیست؟ گفت دکانداریه. گفتم چطوره؟ گفت خدا 1000 بار شکر. گفتم چطور؟ گمان می که فایده زیاد. نه، گفت 3 لک در 2 لک آمده، کم شده. گفت باز خدا را شکر که همی 2 لک دارم، بعضی همیرم ندارم. این آدم ها ارزش داره، این ایر واقعا از ته دل خود می گفت خدا 1000 بار شکر. نه این شکرتم لازیدن نکن، ای آیه قرآن. خداوند میگه اگر شکرگزار باشی نعمتت را چند برابر میکنم. لئن کفرتم لئن نازوشون، اگر کفران نعمت عذاب شدیده. لذا این امتحان الهی است. با پول، کم شدن پول، از رونق افتادن تجارت و دکانداری، آیه قرآن دیگه، به شی من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس، دستش قطع شده، چشمش نابینا شده. اینا همه امتحان الهی. والانفس و ثمرات، کشاورزی کم شده، اینا همه امتحان. خب نمره قبولی چیه؟ خداوند مواد امتحانی را هم بیان میکنه، نمره قبولی را هم بیان. این آیه عجب آیه. افسوس ما حفظ میکنیم، به لفظش بسیار توجه داریم، به معنا توجه نداریم. حیف اینه، همیشه آیات قرآن رو حفظ کردی، به معنا توجه کن، اون معنا خیلی اثر داره. به شی من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. بعد نمره قبولی چیه؟ و بشر صابرین، صابرتن الله نزول بلائک. این امام زین العابدین میگه خدایا نفسی بده که در مقابل بلاهای تو صابر باشد، صابرتن الله نزول بلائک. این آیه قرآن. خداوند چی میگه؟ انسانی که نفس رحمانی داره، هر بلایی که بیاید، نقص اموال بیاید،
نقص انفس بیاید، نقص ثمرات بیاید، هر مصیبتی که بیاید صابر است. صابرتن علی نزول بلایک. نمره قبولی چیه؟ بشر صابرین. ای پیامبرم به صابرین بشارت بده، فعل امر. اینا برای اینا خبر بده، انسان صابر اجر و پاداش اینه و چگونه هم صابر باشن، نحوه صبرم بیان میکنه. و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم، وقتی اینا یک مصیبت به اینا میرسد، مصیبت مالی، جانی، ارضی، یکی از اساتید اخلاق داشته میشان میگفت سعی کن خود را در معرض اتهام قرار ندی. گاهی تقصیر خود انسانه، خود در معرض اتهام قرار میدهد. خودت را در معرض اتهام قرار ندی، مرتکب گناه نشو، مرتکب معصیت نشو. اگر متهم شدی صبر کن، امتحان است. مگر امیرالمومنین متهم نشد که نماز نمیخواند، در مسجد شهید شد، مردم شام تعجب میکردن که علی مسجد چی کار رفته بوده. اتهام، تهمت، گویا یک نوع تهمت به انسان زده میشود. این امتحان است. زیاد فیسبوکی نکو، زیاد سرصدا نکو، این امتحان است. لذا در اینجا خداوند میگه و بشر صابرین، بشارت بده صابرین. خدایا صابرین کیانن؟ علامت صابر را به من بیان کن که صابر کیه. اینجا علامت صابر را خداوند بیان میکنه، هر کسی که این گونه بود و صابره. بشر صابرین الذین اذا اصابتهم قالوا انا لله و انا الیه راجعون، از خداییم به خدا برمیگردیم. بعض این آیه را برای مرده ها میخوانند، هر کس که از دنیا رفت این آیه را میخوانند. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. قرآن برای مرده ها نازل نشده، قرآن برای زنده ها نازل شده. قرآن مال زنده ها هست، قرآن مال مرده ها نیست. در عالم برزخ سودی ندارد قرآن، آیات قرآن، سوره یاسین. اینی که گفتن هر شب پنجشنبه کسی سوره واقعه را بخوانه بعید است فقیر شود. هر شب پنجشنبه، در روایت داریم که هر شب پنجشنبه کسی سوره واقعه را بخوانه بعید میرسد که این آدم فقیر شود، محتاج شود، ذلیل شود. این اثر در دنیای این مرده ها پنجشنبه، جمعه، شنبه سوره واقعه را بخوانه هیچ سودی برش نداره. مرده مرده یه، او در صفحه عملش نشسته یه، اونجا داره تکلیف نیست. همه کسایی که رفته از دنیا، اینا نماز نمیخوانن، اینا روزه نداره، حج نداره، تکلیف نداره. در سفره کل نفس به ما کسبت رهینه، در همون سفره که در دنیا ساخته، در همون سفره است. پدران ما، مادران ما، اقارب ما، اقوام ما، هر چی که هستن رفتن، الان نماز نداره در عالم برزخ، تکلیف ندارن سر سفره عمل، مگر سه چیز ثوابش به اینا دایم میرسد. اذا مات ابن آدم، وقتی فرزند آدم از دنیا برود، انقطع عملو، از همه اعمال قطع میشود، از نماز رابطه قطع میشود، حج هیچی، روزه هیچی، نماز شب هیچی. این نماز شب در دنیا و اثر را دارد. نماز حضرت جعفر طیار، عزیزان سعی کن روزای جمعه وقتی آفتاب یک نیزوار بلند می شود از افق، این نماز حضرت جعفر طیار را بخوانیم، بسیار اثر دارد. وقتی جعفر طیار از حبشه برگشت، پیامبر به استقبال او رفت، گفت یک هدیه برای تو می دهم. همه تعجب کردن، چی هدیه ای؟ یک قسمت مدینه را بدهد، باغ بدهد. وقتی آمد
گفت 4 رکعت نماز حضرت جعفر طیار، 2 رکعتی 2 رکعتی، 2 رکعت نماز حضرت جعفر طیار میخوانم قربتن الله، الله اکبر، حمد میخوانی، سوره را میخوانی، بعد 15 بار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، رکوع میروی 10 بار میگی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سر از رکوع بر میداری بازم 10 بار میگوی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سجده میروی در سجده هم 10 بار میگوی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سر از سجده بر میداری باز 10 بار در سجده دوم، باز 10 بار در سجده دوم سر برداشته، باز 10 بار، بعد رکعت دوم عین همین سلام میدی، 2 رکعت بعدی عین همین، این نماز حضرت جعفر طیاره که شیخ انصاری میگه نماز حضرت جعفر طیار ترک نمی کرده بوده، همی بود این برکت علم، این برکت دانش. خدا رحمت کنه امام خمینی در تحریر الوسیله خیلی سفارش داره نماز جعفر طیار را، ما خیلی از عوامل ارتقا داریم استفاده نمی کنیم، ما حتی در امور معنوی استفاده نمی توانیم، اینا در دنیای ها، در عالم برزخ نه نماز حضرت جعفر طیار نه نافله شب هیچ کدام اینها نیست، فقط 3 چیز، اذا مات ابن آدم انقطع عمله، رابطهش به دنیا قطع می شود، مگر 3 چیز، حسنتون جاریه تا می توانی غنی فقیری ولو اندک باشه به مسجد کمک کن، به حسینیه به ساختش کمک کن، به اندازه‌ای که کمک شدی حسنه جاریه است، هر کسی در این مسجد کمک شده در خشتش، در آهنش، در پنجرهش، تا مادامی که مسجد هست ثوابش به او میرسه، این کلام رسول خداست، یه حسنتون جاریه ولدون صالحون یدعوله، سعی کن روی فرزندان کار کنید، فرزندان با ایمان با تقوا، پدر که از دنیا می رود این فرزند 2 رکعت نماز می خواند ثوابش دایم به روح پدر می رسد، و علم ینتفع به، کسی که علم داشته باشه اثر علمی بگذاره دیگه هیچی به درد انسان نمی خورد، دست خالیه، هرچی با خود بردی بردی دیگه تمام. پس اینا چیه؟ اینا مثلا همه در دنیای هرچی که ما داریم، این آیه قرآن که انسان در مقابل بلاها گرفتاری ها اینا لله و اینا الیه راجعون، این برای ما هست، ما همین الان خدایا ما از تویم به سوی تو برمیگردیم، خب این در مقابل بلاها زبانشان شعارشان ایه، افسوس وقت گذشته که بازم این بحث برای فردا نماند، که خداوند میگه اگر کسی این چنین در مقابل بلاها انا لله بگوید 3 تا پاداش دارد، 3 تا پاداش، اولئک علیهم صلوات من ربهم یک و رحمت ایدو اولایک هم المهتدون ایسه، اگر وقت اجازه میدادی این 3 پاداش را هم تحلیل میکردم، یعنی کسی که در مقابل گرفتاری ها بلاها صبر کند، من خدا، یعنی من خدا 3 تا پاداش میدم، کدام 3 تا پاداش؟ اول اولایک علیهم صلوات من ربهم، صلوات مستقیم از خود خداوند،
چقدر شیرین است که خداوند مستقیم به ما صلوات بفرستد. چقدر شیرین است که خود خداوند به ما صلوات بفرستد. این آیه قرآنی که روایت نیه، وعده الهی، خداوند به وعده خود تخلف نمی کند که اگر در مقابل بلاها زبان شکایت نداشته باشه، زبان گلایه نداشته باشه، هر بلایی که آمد بگو قال انا لله و انا الیه راجعون. اگر این جمله را بگوید خداوند سه تا پاداش، کدام؟ اول اولائک، یعنی این گروه، اولائک علیهم، بر اینها علیهم صلواتون، صلوات از کی؟ از مؤمنین؟ نه، از پدر نه، از مادر نه، از خود خداوند. صلواتون من ربهم. ای چقدر شیرین است که خداوند بر انسان صلوات بفرسته، صلواتون من ربهم. چقدر شیرین این آیه، چقدر زیبا است این آیه، چقدر امید بخش این آیه، چقدر روح بخش این آیه. صلواتون من ربهم، به این هم اکتفا نمی کنه، و رحمتون، افسوس وقت نیست، نتیجه گرفته نمیشد فرق بین صلواتون من ربهم و رحمه. ذکر خاص بعد از آن آیات باید ذکر میشد. و اولای که، این هم نه، و اولای که هم المهددون، اینا هدایت یافتگان الهی قرار میگیرد. این است مطلب اول. اما این مطلب دوم شد. مطلب سوم که جمع کنیم بحث امروز، مطلب سوم خیلی مهمه، فلسفه امتحان. اینی که استاد دانشگاه امتحان میگیره، چون شاگرد معلوم نیست درس خوانده یا نخوانده، یا مدیر حوزه امتحان میگیره شاگرد نمیدانه درس خوانده یا نخوانده، خدا چرا امتحان میگیرد؟ خداوند که میداند حتی لحظات بعد ما نمیدانم که چی کار میکنیم، ولی خدا میداند که لحظه بعد من چی کار میکنم. برای چی خداوند امتحان میگیرد؟ دقت کن، بحث مهمه. یا آیات قرآنه، اگر در مقابل این آیات قرآن بی‌اعتنایی کنیم چی باشه؟ خشم خدا بیاید. ما که آیات قرآن تفسیر میکنیم، این خواب خودش نوع بی‌اعتنایی به آیات قرآن هست. لذا دقیق باشه، مطلب خیلی مهمه. بحث سوم اینه که آقا، بحث سوم، خدا که میداند، هیچ چیز پیشگاه خدا مخفی نیست، همه چیز. او علام الغیوب، نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگای گردنت من به تو نزدیکترم. تو لحظه بعد را نمیدانی چی کار، من میدانم تو چی کار میکنی. که حتی جناب آقای مثلا خیام با خاطر همین علم ازلی و قائل به جبر شد، من می خورم و می خوردن من سهل بود، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این گناه علم، علم خدا از ازل ایشان میگه ما باید می بخورم، شراب بخورم، اگر شراب نخورم علم خدا جهل بود. این خیام این گناه قائل به جبر دیگه، من می خورم، می خوردن من سهل بود، گر می نخورم علم خدا جهل بود. خدا که از ازل می دانست من می میخورم، اگر می نخورم متهمش خدا جاهل بوده، باید می بخورم تا علم خدا محقق شود. خواجه نصیر طوسی در جوابش گفته، یعنی علم ازلی، علت می خوردن، علت عصیان دانستن در نزد عقلا در غایت جهل بود. درست خدا از ازل می داند، ولی علم خدا علت نمیشه که تو حتما شراب بخوری. خداوند از ازل می داند که تو با اختیار خود شراب میخوری، نه مجبور شوی. درست خدا از ازل می داند، از ازل می دانم من اینجا در جلسه سخنرانی میکنم، شما در جلسه نشسته اید، این از ازل می داند. این علم ازلی خدا علت نیست، کاشف است. یعنی خدا از ازل می دانست من به انتخاب خودم، به اختیار خودم این جلسه را انتخاب کردم. علم خدا کاشف نه علت.
بر این اساس همه ای کارهایی که ما انجام میدیم خدا از ازل میدان. بس امتحان برای چی؟ چرا خدا امتحان میکنه؟ خدا از ازل میدانست که یزید جنایت میکنه، خدا از ازل میدانست عمر سعد جنایت میکنه، خدا از ازل میدانست حسین موفق و آبرو ظاهر. چرا امتحان کرد؟ جنگ زرگری برای چی؟ فلسفه امتحان چیه؟ در اینجا میشد که بحث سنگینه، دقت بیشتر لازم داره. چرا خدا امتحان میکنه؟ لم امتحان خدا چیست؟ فلسفه امتحان خدا چیست؟ عوامل زیاد. ما دو تا عامل را اشاره میکنم. اول، یعنی امتحان الهی شلاق تکامل است. خداوند انسان نمیخواد بالا بکشه، یعنی غربال کنه، خوبان بالا بکشه، بدان به زمین بیفته. امتحان به این معنایه، امتحان شلاق تکامله. باسته امتحان است خوبان خود را بالا میکشن، بدان به زمین میفتن. یا تغربلون غربله و یا تبلبلون بلبله. یکی از فلسفه امتحان چیه؟ یعنی شکوفا شدن انسان، استکمال و استدراج و تکامل و از قوه به فعل تبدیل شدن انسان. این انسان بالقوه استعداد فراوان دارد، ولی با امتحان بالا میکشد خود را. اگر دانشگاه امتحان نباشد، اگر حوزه امتحان نباشد، این طلبه و دانشجو مطالعه نمیکند. امتحان است یک سال پشت دانشگاه مرتب باید مطالعه کند، شب نشناسه، خواب نشناسه. یکی از اقاریب ما در تهران نفر 300 در صد کشور ایران شده بود مهاجر، عمل مزایبه میگرد که مهاجر خمیسته داد. ایشان رو وقتی من در قم دیدم مدت چندین ماه موبایل کنار زده بود. من رفتم گفتم آقا اینقدر زن تو کجا هسته؟ و نه، ما با خاطر پیش دانشگاهی داریم موبایل زدم کنار. این چی رسه فیسبوک و میسبوک و اینا که در جای خود باشه، همه چیز زده میشه نفر 300 مرم. نفر 300، اون نفری که اول باشه خدا میدان چقدر زحمت میکشه. این امتحان برای انسان شکوفایی میاره، شلاق تکامل است. پس فلسفه امتحان چیه؟ یعنی شکوفا شدن انسان. به همین بیان اشاره دارد امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه. سعی کنید نهج البلاغه، هر شیعی که یک نهج البلاغه در خانه خود نداشته باشد دروغ علی مگه. یک نهج البلاغه داشته باشه با ترجمه، گاه گاهی نگاه که یک جملهش زندگی انسان را عوض میکنه. خیلی شیرین این نهج، کلام پرسوز علی است، سخنرانی های علی است. ما که در مقابل علی تمایل به صفریم، شما می سخنرانی ما رو گوش میدید. سخنرانی علی، خطبه های علی، خطبه شقشقه علی، سخنرانی های علی در توحید، در امامت، در معاد، در باره تقوا، اون قش شیرین پر جاذبه است، عجیب است. حتما هر شیعه نهج البلاغه در خانه خود داشته باشه. گاه گاهی اگر عربی رو بلد نبود فارسی ترجمهش رو بخونه که امیرالمومنین چی گفته. در این باب حضرت چی زیبا فرموده است، یعنی فی تقلب الاحوال علم و جواهر الرجال. بعضیا به دروغ علمه میخونن، نه، علم و جواهر الرجال. فی تقلب الاحوال، در دیگرگونی ها، در تحولات، در بحران ها. این بحران ها شلاق تکامل است. این امیرالمومنین میگه فی تقلب الاحوال، در بحران ها، در گرفتاری ها، در زندان ها، در زندان شدن، در شلاق خوردن، در خیلی از تحولات اون حقیقت انسان نمایان میشود. بلی خودت مقصر نباشی، به شیوه طبیعی زندگی کو، تقصیر نداشته باشی، گناه نداشته باشی، خطا نداشته باشی. اگر گرفتاری پیش آمد بدان شلاق تکامل است، بدان خدا دست تو را گرفت. مثل پرنده‌ای که جوجه اش را میبرد به طرف بالا، به یک ارتفاع بالا که رشت رها میکنه تا او بالو پر زدن را یاد بگیره. گاهی ما اگر خود ما
تهمت نزنیم، نماز ترک نکنیم، روزه را ترک نکنیم، غیبت نکنیم، گناه نکنیم، بازم گرفتاری آمد. بعضی هم خدای ما همیشه گرفتاریم. شاید همیشه شلاق تکامل باشه، تو نمیفهمی که امام زین العابدین خدایا صابرتن علی نزول بلایک، خدایا در مقابلی نزول بلایت صبر بده، شر صدر بده، تعمل شاید امتحان باشد، این غربال الهی است. لذا امیرالمومنین چقدر زیبا فرموده فی تقلب، تقلب این تحول این بحران ها، فی تقلب الاحوال علم و جواهر الرجال، اون حقیقت و جوهره انسان بالا میه شکوفا میشود. یک فایده، فایده بعدی خیلی مهمه، دقت بیشتر، خصوصا خواهران دقت کنه، خیلی مهمه. فایده دوم اینه که نه تنها نفس شکوفا میشود، اعمالم شکوفا میشود. یعنی به گفته اهل فلاسفه و حکمت، جوهر عرض با هم سعه پیدا میکند. به لسان بازاری آقا، هم نفس شکوفا میشود، هم اعمالت زیبا میشود. احسن الاعمال، نفس هرچی قوی باشد، هرچی با تقوا باشد، هرچی با ایمان باشد، عملش زیباست، عملش زیباست. احسن و عملا، از کجا میگی آقا؟ آیه قرآن، این دیگه کلام امیرالمومنین نیست، آیه قرآنه. خداوند چی میگه؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، برای چی؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خداوند خلق کرد زمین، آسمان، مرد، زن، برای چی؟ لیبلوکم، برای شما را امتحان کنه. چرا امتحان؟ خدا چرا امتحان؟ خودش میگه لم امتحان، فلسفه امتحان، ایکم احسن و عملا، کدام شما عملی زیبا دارید؟ اون چی مهمه عملی زیباست. در عمل احسن، احسن حسن نه، حسن نه. یک مناجات نامه داره حسن آملی، حسنزاده آملی، میگه پدر اگر احسن نمی بودی من حسن نمی شدم. دنبال حسن نباش، دنبال احسن باش. احسن مهمه، عدالت حسنه، در حسنش قناعت نکن، احسن برو. جود و سخاوت حسنه، در حسن قناعت نکن، برو احسن. احسن مهمه. یک کلام دارد امیرالمومنین بسیار زیبا هست، این که با آب طلا نوشته شود در ورودی کابل، که هر کس که آمده رو بخونه. امیرالمومنین میگه العدل حسن، عدل برای همه خوبه، برای پدر، مادر، پدر در خانه باید عادل باشه، بین دختر و پسر فرق نگذاره، ظالم از دنیا نروه، ریسک بعد از فرزند را ای در دست خود تعیین نکنه، او روز خود داره. ما پدران نوعاً ظالم از دنیا می رویم، یعنی بین دختر و پسر فرق میگذاریم، تمام مال و ثروت و زمین را برای پسر هبه میکنه، دختر محروم میشود، ظلم است. این خدا تقسیم کرده، لذکر مثل حزل و انسیعی، برای پسر دو سهم، برای دختر یک سهم، همه یک سهم قبول ندارم، خدای تو اشتباه کرده، دختر هم سهم. آقای خدایا، روزی در دست خدایا، رزق در دست خدایا، همه چیز در دست خدایا، حیف دختر را محروم کنی، چی بسا بعد از خودت امید دختر هر روز دو رکعت نماز برای تو بخواند و پسر شود معتاد. هیچ وقت حق اولاد را بر فرزند ظلم نکنا، هیچ وقت. من یادم هست اظهار میکنم، گرچه خوب نیست ولی از یک جهت باید اظهار کنم، یک وصیت نامه نوشته بودم که یعنی همه زمین و مال و خانه همه چی، یعنی به طبق حکم شرع دختران باید ارث ببره، تنها او خانه‌ای که در مشهد چون پسرها درست کرده بود، کدوم سهم فلانی فلانی پسرم. این در دست یکی از دخترها افتاده بود، آمد پیش من، قد دلم سوخت، بود بابا ما اولاد نیستیم که در این خانه ما را شریک نکردی. دلم خدا میدانه آتش زد، گفتم این خانه را خود زنا درست کرده، تا این حدی دختر نباید محروم شود، نباید دختر را محروم کنی،
دختر نباید ما بسیار ظلم خدای آیه قرآن خدا می دانسته بوده این پدرها ظلم میکنه، تعیین کرده حق دختر را لذکر مثل حظ الانثیین، برای هر پسر دو سهم دختر، حالا یک سهم نمیدیم که خدای تو اشتباه کردی چرا دختر سهم، نه وصیت کو بعد از تو خودت معلوم، هیچ خبر نداری بعد از تو زمین کجا میشود کجا نمیشود. یک آیه قرآن داریم که انسانی بدبخت وقتی از دنیا میرد، انسان ظالم وقتی از دنیا میرود، در روز قیامت وقتی حشر نشر پیدا، در یادش نیست که چند سال زنده بوده این آدم، چی رسد در یادش بمانه اینقدر زمین داشتم، زمین را به پسرم، آقا بگذار روزی هر کس در دست خود، تو روزی تعیین نکن، بید کلا بید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، همه چیز در دست خداست. یکی از اخوام همه یعنی مال و سرمایه و زندگی برای پسرها اما چی کرد وقف کرد خودش از دنیا، پسرها همه رفته در اروپا، اصلا خبر الان تنها یک دختر داره که جای او نشسته است، در هر سال ایام محرم نظر میگیره به یاد پدر و جلسه میگیره. نکنیم این ظلم است. العدل حسنون، عدالت حسنه، برای همه حسنه، خصوص برای پدر. پدر در وصیت نامه ظلم نامه نوشته نکنه، وصیت نامه نوشته کنه نه ظلم نامه. این ظلم نامه است که یک فرزند خود را، یک جگر پاره خود را، یک محصول و ثمره شجره او را محروم میکنی، او را دلشکسته میکنی. بگذار شو، همون چیزی خدا گفته. خدا چی گفته؟ لذکر مثل حظ الانثیین، برای هر دختر یک سهم، برای پسر دو سهم، همه مقدار بسه. خدا میدانه که چرا این کار کرده. خب پس عدالت خوبه برای پدر، برای مادر، فرق نگذارن بین پسران، فرق نگذارن بین دختران. ما داریم کسانی را که فرق گذاشتن، الان یخن ده یخنه، این پدر از دنیا رفته، این سهم بیشتر به یک پسر داده، او پسر دیگر را محروم کرده، الان شکایت داد و فریاد، حتی جامعه‌تزار پیش ما آمده بود، او تو می مشکل از پدر بوده، خدا رحمتش کنه. نه بگذار، اگر فرزندان بفهمند که پدر به عدالت رفتار کرد در حقشون، دیگه یخن ده یخن نیست، دعوا نیست، هر کسی سهمش رو بدهد. خب العدل و حسن، این کلام امیر المؤمنین ها، از این به بعد سعی کنید وصیت نامه نوشته کنید نه ظلم نامه. من این وصیت هایی که میخوانم، وصیت نامه ها رو غالب که میخوانم، وصیت نامه نیست، ظلم نامه هست. در حق بعضی فرزندان ستم میکنه، ظلم میکنه، از حق ارثیشان، الهیشان، قرآنیشان محروم میکنه. درست این وصیت نافذ از لحاظ شرعی، ولی اخلاقا ظلم اخلاقی است که در حق فرزندش یعنی ظلم میکنه. العدل حسنون ولکن علی الامرای احسن، برای امرا، برای حکام، برای زمامداران که امانت و امتحان هست احسن است. عدالت برای زمامداران احسن است. الورع حسن ولکن علی العلماء احسن، ورع تقوا برای همه خوبه، ولی برای عالم احسنه. یک عالم تقوا داشته باشه، ایمان داشته باشه، عمل خوب، سخنش اثر داره، نافذت الکلمه است، نگاهش، نشستنش اثر داره. و اگر عالم دروغ به سر منبر بیار از صداقت، همه تبسم، همه بریشی و میخنده، نگاه کن، این یک عروسکی بیش نیست. عالم که به تقوا نداشته باشه، ایمان نداشته باشه، به علم خود عمل نکنه، پشت میکروفون عروسکی بیش نیست، عروسکی بیش نیست. مردم رو به ایمان دعوت میکنه، به تقوا دعوت میکنه، خودش عین به تقوایی باشه. لذا این کلام امیرالمومنین چی میگه؟ حضرت علی، اون امیر مؤمنان، اون امیر تقوا، اون امیر عدالت، اون انسان ملکوتی بی نظیری، بی عدیلی، بی بدیل، اون میگوید الورع حسن ولکن علی العلماء احسن، از سخا حسن، دست عادت بید به سخاوت، ولو فقیر، یک افغانی که توان داری، یک شخصی رو دیدی کراچیوانه،
خیلی مظلومه. همون یک صد اوغانی بده، خدا میدانه قلب او تا فردا تا آخر عمر تو رو دعا میکنه. چقدر اثر داره؟ ولو خودت نداری، ولی این دست خدا خار نمیکنه، این دست داد و دهیش خار نمیشود، این داد و دهیش خار. کسی از حاتم طایی سوال کرد این همه داد و دهیش از کجا میشود؟ گفت من از کار آجر، کسایی که آجر کار میکنه از اونها، هر چی کار کنی آجر میآید، اگر آجر بمانه آجر نمیآید. یا خدا حفظ کنه آیت الله جواد عاملی خوب میسازده، گفته آب چارا اگر بکشی منفذ باز میشه، آب زلال بیرون میدهد، اگر بمانی گندیده میشود، همون منفذ ها کور میشود، بعد این آبم میخشکد. جود و سخاوت این عادت را داره، هر چی جود و سخاوت کنی خدا 10 برابر 100 برابر والله یضاعف من یشاء، اونقدر بدهد که خودت نفهمی از کجا آمد. از ما سعی کنیم ولو به اندک داد و دهیش را عادت کنیم. دست یک کراچیوان، این بسیار مظلومه. یک وقتی من یک جایی استاده بودم، یک کراچیوان آمد با تمام اخلاص و چیز عجیبه ها، اونقدر دلم سوخت. یا یک وقتی در ماشین می رفتم، یک خانومی پیرزنی، او گدا نبود، گفتم حاجی آشو، من او رو سوار کردم تا سر نقاش، از در مسیر سوال کردم چی کجا می روی؟ گفت دکتر می روم. گفتم چی کار می روی؟ گفت مریض هستم. گفتم کارگر داری؟ گفت یک پسر دارم غالب بیکار است. گفتم خانه داری؟ گفت خانه ندارم. گفت اجاره در ما 3 ماه. این گدا نبود، دکتر می رفت. گفت بسیار کمرم درد می کنه، یک پیرزن. اونقدر دلم سوخت، خدا شاید اگر جیبی من 10,000 بودی 10,000 می دادم. نگاه کردم 1,000 افغانی دارم در دستش دادم. اونقدر این آدم خوشحال شد، مثل که دنیا بعض افراد این گناه هست. شما مقدار 100 افغانی، 500 افغانی برای این چنین افراد اینا رو دنبال کنید. علی دنبال میکردم چه فقرهایی رو پیدا کنه، همچه دلها رو شکار کنه. این دلها شکار کردنی است. لذا امیر المومن از سخا حسنون، سخاوت خوبه، ولیکن علال اغنیای احسن. او کسی که سرمایه داره، ثروت داره، برای اینو احسن است. این سرمایه رو بده اینجا لذت میبره، به جایی که اسراف کنی. بقیه نه، وقت نمانده، نه 6 چیزه. بیایم بخش خانوما، خیلی وظیفه سنگینه که اشاره کنم. الحیاء حسنون، حیا حسن است، برای مرد حسنه، برای پسر حسنه، برای همه حسنه. ولیکن علی النساء احسن. خانمها، مادرها، خواهرها بشنون، این حیا یک سرمایه است، این حجاب یک سرمایه هست، یک تیغ و نشتری هست بر چشم خائن، بر چشم خیانتکار. این مادران بشنون، این حجاب برای شما ظلم نیست، ستم نیست، آفت نیست، این برای شما یک عزت، یک افتخار. این را آیه قرآن داریم، امیر المومنین چی میگه؟ الحیاء حسن. حیا برای مردم خوبه، یک مرد باید حیا داشته باشه، یک پسر در مقابل پدر حیا داشته باشه. حیا خوبه. الحیاء حسنون ولیکن علی النساء احسن، برای خانوما احسن. در سوره نور ما 8 تا خطاب داریم، 2 خطاب به مردان، 6 خطاب به زنان. این نشان میدهد که حجب حیا یعنی عفت و پاکدامنی در زنا 3 برابر مردا هست. هر خانواده ای که مادر خوب است، 3 برابر نقش پدر دارد در تربیت اولاد. این دامن پاک است که شیخ طوسی، دامن پاک است که شیخ مفید، دامن پاک است حسین و حسن، دامن پاک است که زینب تربیت میکنه. دامن خیلی مهمه. خطابی که به مردان، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. ای پیامبر، برای مردان بگو چشمچران نباشه. مردی که چشمچران است قلب ویران کرده،
قلب را نابود کرده. نگاه کردن به زن نامحرم اون هم با چشم خیانت. بله یک وقت نگاه میکنی به خاطر معارفه پیش بیاید یک مشکلی را مطرح، اشکال نداره، اونقدر اسلام تنگ نظر نیست، ولی با چشم خیانت. اگر کسی یا مردی با خانم مردم، با زن نامحرم با چشم خیانت نگاه کند، روز قیامت این چشما بسیار شدید عذاب می‌یابد، بلکه قلب و ایران آیه قرآن ها روایت نیست، یغض من ابصارهم، یعنی چشم خیانت نداشت، و یحفظ و فروج و دامنش پاک باشد، مبتلا به زنا و فحشا نشود. افسوس وقت گذشته که روایت داریم کسی که زناکار یرفع الله البرکت من عمره، یرفع الله البرکت من رزقه، خداوند رزق را عمر او را کوتاه میکند، عمر او را بی برکت میکند. اما شش خطاب به زنها دیگر فرصت نیست، اگر 5 دقیقه از وقت آزان داشته اشکال نداره، شاید ثواب اول وقت جبران کنه. این نصایح قرآنی، این مواعظ قرآنی، مادران خواهران بشنون، مهم است. حجاب ما، خود ما، آقا مذهب ما، دین ما، قرآن ما، پیامبر ما، امام ما چقدر سفارش کرده برای حجاب. این آیه قرآن خداوند و کل المؤمنات، برای زنها بگو، چی بگویم، یغضضن من ابصارهن، یعنی چشمچران، چون زنم میشه چشمچران، چنا مرد نیست که چشمچران باشه، خدا نکنه چشمچران زن و ویلا این مرد تا آخر بدرقه میکنه چشمش، نه آقا با این نگاه کو، حرام نگاه نکو، یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، دامنش پاک باشه. دامن آلوده فرزند مثل عمر سعد تربیت میکنه، دامن آلوده فرزند مانند حارث تربیت میکنه، دامن آلوده مانند فرزند مثل خولی تربیت میکنه که مثل امشب سر امام حسین و مابین تنور بگذاره. دامن آلوده اینه، ولو پدر خوب باشه، دامن تأثیر داره. یحفظ نفروجهن، نه دامن پاک. بعد خطاب بعدی خیلی مهمه، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، این خانم ها رو بگو زیبایی خود را برای مردان نشان ندهد، الا ما ظهر منها، مگر اون مقدار که شرع اجازه داده. صورتش از اینجا، بنهای دست از دستها از اینجا که فقها تفسیر، بعضی از علمای فیسبوکی اینا میگه حجاب در قرآن نیامده. تو بین چقدر تأکید شده در با همی بس بود در حجاب، همی بس بود، ولی خدا انقدر حساسه 3 جمله دیگر هم میاره. لا یبدین زینتهن، زیبایی خود را، وجود زن سراسر زیبا هست، موهای زن زیبا هست، بدن زن زیبا هست، خداوند گفت لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زیبایی خود را اظهار نکنن، ظاهر نکنن، الا ما ظهر منها. با این ریز و جزئی اونقدر ریز وارد میشه که یک فقه تا این حد وارد ریز قضایا نشده است. لا یبدین، امی بس خدایا، امی حج، نه 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 نه، ولی از رب نه بخمورهن نه علا جیوبهن نه، تا این حد حساسیت، ولی از رب نه، باید بگذارن. اینجا تعبیری از رب نه تأکید مطلبه، وگرنه معنای از رب نه اینه بزنن، اینه تأکید میگه، ولی از رب نه بخمورهن نه، خمور چیه؟ خمور حجابه، خمور خمور حجابه، به خمورهن، حجاب چیه؟ چادره، مانتویه، هرچی که هست او برجستگی های بدن را بپوشانه، بپوشانه، نامحرم نبینه. زنی امروزی، البته همه ای زنا نه، اینایی که روزه می آین، تکیه خانه می آین، اینا رو می بینیم چقدر با حجابن. خداوند میگه ولی از رب نه به خمورهن علا جیوبهن، یعنی باید حجاب را روی برجستگی های بدن بپوشانن، مردم نبینه، برجستگی های بدن را نبینه. این که آیه قرآنه، باز به این اکتفا نمیکنه. خدای میخواد بسه، این همه تاکید. بعضی میگه آیه حجاب نداریم،
حجاب در قرآن نه، چیه این آیات؟ چگونه معنا کنیم این آیات را؟ گوش بدن را حفظ کو، بچه ها را طلب کو، دخترای خود را طلب کو، خانم را طلب کو، بیا ما پیش ما آیه قرآن میخوانیم. ما میخوایم تفسیر قرآن. تو از کی که تفسیر یاد گرفتی؟ ما مسجد امامادی رفتیم، ما تفسیر قرآن یاد گرفتیم. لذا این آیات رو برای دخترها بخوانید، اثر داره. چی میگه خداوند؟ سه جمله: ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. بعد میگه ولی از ربن بخمورهن على جیوبهن. بر برجستگی های بدن خمور. خمور یعنی چی؟ یعنی پوشش، یعنی حجاب، یعنی چادر، یعنی مانتو. باید اینا را برجستگی های بدن نامحرم نبینه، چشم خیانت، چشم طمع ایجاد می شود. خب جمله سوم را بگم عرضم تمام، وگر نه ادامه داشتین بس. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. یعنی یک زن مسلمان، یک زن مؤمن هیچ وقت زیبایی خود را بجوی شوهرش. وقتی شوهر از بیرون آمد، از کار که آمد، این زن باید بهترین لباسهای خود را در تن کنه که چشم طمع این مرد به زن نامحرم نیفته. وقتی خانه بیای، از خانه مایوس شود، یک زن دیگر را بهتر از این ببینه، طمع میکنه. نه، باید این خانم خیلی از همپاشیدگی خانواده ها قضیه همینه. چون قانون زناشویی رعایت نمی شود. مرد که از بیرون می آید، این زن وقتی کتی سنگی می ره شامل لندن در تن، ما چنان لباس عرق و برق عجیب، حر خدا سر پری. وقتی خانه می آید، لباس گندیده متعفن را در تن می کنه، موام به چه وضعی. این شوهرش وقتی می آید می بینه که ان نوزن خولی، خود دلش بد میشه یه از خانواده. لذا یکی از عوامل جدایی همینه دیگه. وقتی این مرد وقتی باید امید رفته، سر کار رفته، زحمت کشیده، خانه میایه، خانوم رو میبره با چادری گندیده ای، کهنه ای، پاره پاره ای، بله یک وقت لباس نداره و چیزی، تقصیر شوهرم. فرض اینه که لباس داره. لذا مرد که از بیرون آمد، خانم بهترین لباس را داره. این رو باید خانوما بشنوه. برای مردم عرض میکنم، یک طرفه نیست، برای مردم عرض میکنم، یعنی خانوما باید بهترین لباسش. هر وقتی که این بنده خدا از کار آمد، از اداره آمد، از مدرسه آمد، از دانشگاه آمد، تا که خانه بیاید ببینه عروس نشسته یا نه زن هاریش. آقا تا که بیای خانه بگی لباس نگاه کنی، زیبایی رو نگاه کنی. هرگز چشم خیانت در زن مردم نداره. بر این ای آهی قرآن آهی روایت، این اگر روایت بدیم، من نمیگفتم خیلی سخته این قضایا سری منبر گفتنش، او هم در بخش خانوما بسیار سخته، چون آیه قرآن است. من به خاطر امید به آیه قرآن این حرف میزنم که خداوند میگه لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. زیبایی خود را برای شوهران عرضه بداره، بهترین لباس، تا مادامی که شوهر در خانه است بهترین لباس خود را در تن کنه، تا شوهر لذت ببره از زندگیش، نه بدترین لباس. برعکس مرد هم همینه ها. مردها هم وقتی که می روند سر کار، بر می گردن باید بهترین لباس خود را در تن کنه، نه با لباس کارگری نیایه ها. در چهره یعنی در چشم زنش این مرد بدترین مرد دیده می شود. با مردان دیگه وقتی مقایسه می کند، چشم طمع به مردان دیگه را می افته ها. این باید دو طرف است، هم مرد هم زن. مرد هم که بیرون می رود، سر کار می رود، اداره می رود، گشت کاری که می رود، تمامی اون مشکلات را در سر کار بهترین لباس خود ببره، با بهترین لباس وارد خانه شود. وقتی وارد خانه شود مثل که داماد آمد. داماد؟ نه این که ملک انتر آمد، نگاه کن از در آمد این لباس نگاه. من بعضی ها رو دیدم تعجبی نه که حتی از خانه لباس کارگری رو می پوشه. این از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تربیتی بسیار مشکل داره، بسیار. از اینی که ما قانون و کانون خانوادگی رعایت نمی کنیم. امروز در مدرسه آیت الله کابلی گاهی در روز 6 طلاقه. یکی از عوامل چه همینه؟ دو بچه داره، سه بچه داره، دو دختر داره، اونا هم در گریه گریه.
این دوتا مثل خولی و هاری زن خولی و زن هاری ای در یخن در یخن صدایش در اتاق اساتید میکنن ما صدایش رو میشنیم در دفتر از بس اینا فحاشی میکنن یک دیگر را بیهتر این بچه این دختر این پسر گریه یا ماتم عجیبه چه ظلم بالاتر از این که پدر و مادر در محضر اولادش این گونه یخن در یخن شود این ذخیره میشود این عقده میشود برای فرزند برای دختر برای پسر نباید کار کنیم لذا وقتی که یعنی شوهرم که میرود با بهترین لباس وقتی خانه میاید با بهترین لباس خانومش هم وقتی شوهرش میاد از جا حرکت کنه با بهترین لباس همیشه با هم در آغوش هم باشه این میشه این زندگی میشه زندگی علی و زهرا این زندگی شیرینه این فرزندان تربیت میکنه همانند هور همانند وهب همانند حبیب همانند زهیر ابن قین این چون فرزندان تربیت میشه افسوس وقت خیلی گذشت بیش از این دیگه وقت شما را نگیرم عرضم تمام